آقای دکتر اسلامی، استفاده کنیم در خدمت به نام آن که بودنمون یادی از اوست. عرض سلام دارم خدمت همه شما عزیزان که دعوت رو پذیرفتید. من با یه خاطره شروع میکنم. اون موقعی که من با همسرم هند بودم، رفتیم که یه نفر رو ببینیم، یه آدم معروف که خیلی هم پولدار بود. اون تو هماهنگ نکردیم. من گفتم ما ایرانی هستیم و هندی ها چون ایرانی ها رو خیلی دوست داشتن، گفتم میرم میگم ما ایرانی هستیم، بالاخره ما رو میبینیم. خلاصه یه اتو گرفتیم، تاکسی گرفتیم، رفتیم. وقتی رسیدیم اونجا، اون آدم داشت میرفت. 30-40 نفر جلوی خونش وایساده بودن، 30-40 تا از این هندی ها. بعد وقتی درو باز کردن، این 30 تا ریختن درو باز کردن. وقتی اون اومد بیرون، هر کی یه دستمال برداشت بنز اینو تمیز کرد، با رانندش رفت. من از راننده پرسیدم که این 30 تایی که اینجا وایسادن برای چی اینجا وایسادن؟ اینا حقوق میگیرن از اون آدم؟ گفت نه. گفتم پس اون بهشون قضا میده؟ گفت بعضی وقتا قضا میده، بعضی وقتا قضا نمیده. گفتم پس اینا بیکارن اینجا وایسادن؟ گفت اینا زندگیشون رو وقف کمک به اون آدم کردن. گفتم برای چی این کار کردن؟ گفت ما به تناسخ اعتقاد داریم. ما اعتقاد داریم وقتی یه نفر زندگیش رو وقف کمک به یکی دیگه میکنه، تو زندگی بعدی به جای اون به دنیا میاد. یعنی سیتا هندی داشتن زندگیشون رو وقف این پول داره میکردن که در زندگی بعدیشون به جای اون پول داره به دنیا بیان. بعد من دیدم انگلیس چه جوری تونسته هند رو تو مشتش بگیره. بر همین تو دنیا میگن بهترین خدمتکارای دنیا هندی هستن، چون هندی ها جونشون رو برای اون طرف میذارن. ما به تناسخ اعتقاد نداریم، ما به تکامل اعتقاد داریم. تو دین ما میگه تکامل. حالا تکامل چی؟ هممون یه زمانی اسپرم بودیم. یادتون میاد اسپرم بودین؟ کجا یادتون میاد؟ بعضی اینجوری میکنن، یادمون نمیاد که. ولی یه زمانی اسپرم بودیم، شعور داشتیم. اسپرما پخش و پلا که نمیرفتن، همه تو یه جهت داشتن میرفتن. هممون شعور داشتیم، حرف میزدیم، میگفتیم، میخندیدیم، غذا میخوردیم، زندگی میکردیم، تو یه جهت داشتیم حرکت میکردیم. میرسیم به تخمک، یه دایره بزرگ، هممون وایسادیم داریم نگاش میکنیم، میگیم این چیه؟ اون چه که ما میبینیم، یکی از اسپرما وارد تخمک میشه. ما چی میبینیم؟ ما میبینیم که این دایره اومد این اسپرما رو خورد. ما چی میگیم؟ میگیم این اسپرم مرد. 3 روز بعد ماها میمیریم، اون اسپرم به زندگیش ادامه میده، تبدیل به یه بچه میشه، ارتباط برقرار میکنه، با دل و روده و قلب و اینا حرف میزنه، ارتباط برقرار میکنه، شعور داره، میدونه این مو چقدر رشد کنه، این ابرو چقدر رشد کنه، اینقدر شعور داره، ارتباطش رو برقرار میکنه. 9 ماه بعد اون پایین باز میشه و این بچه داره پرت میشه بیرون. دل و رودشون ارتباط برقرار کردن، تلاش میکنن نگهش دارن، دوستشونه، ارتباط برقرار کردن، منتها زورشون نمیرسه، این بچه پرت میشه بیرون. دل و روده میگن چی شد؟ مرد. اونایی که بیرونن میگن چی شد؟ متولد شد. فرق مرگ و تولد تو اینه که ما این ور وایسادیم یا اون ور وایسادیم. اگه این طرفیم میگیم مرد، اگه اون طرفیم میگیم متولد شد. تکامل یعنی ما داریم همینجور کامل میشیم. بعد زمان تو ما داره کامل میشه. چجوری کامل میشه؟ ما یه زمانی اسپرم بودیم، 3 روز زندگی کردیم، تبدیل میشیم به بچه‌ای که 9 ماه زندگی میکنه، تبدیل میشیم به آدمی که 80 سال زندگی میکنه، و بعد تبدیل میشیم به چیزی که شاید 800,000 سال زندگی میکنه. از اون طرف بعد مکان داره تو ما کامل میشه. ما کل زمان اسپرم بودنمون یه مسافت اینقدی رو راه رفتیم، تبدیل میشیم به بچه‌ای که دستشو تکون میده، خیلی بیشتر از اون حرکت میکنه، بعد تبدیل میشیم به آدمی که سوار هواپیما میشه، از این قاره به اون قاره میشه، بعد مکان داره تو ما کامل میشه، بعد تبدیل میشیم به موجودی که شاید بین کهکشان‌ها حرکت میکنه. تکامل یعنی ما زمانی که اسپرم بودیم یه دم داشتیم برای حرکت کردن، بعد تبدیل میشیم به بچه‌ای که بند ناف داریم، بعد تبدیل میشیم به آدمی که دست و پا داریم. حالا تو این تولدها وقتی از اسپرم به بچه تبدیل میشیم، دیگه به اون دنبه نیاز نداریم، پس اون رو دست میدیم. وقتی بچه شدیم میخوایم به دنیا بیایم، دیگه به بند نافمون احتیاج نداریم، تو این دنیا هم دست و پا داریم. وقتی میخوایم بریم اون طرف، دیگه به اینا نیاز نداریم. پس اینا چیزایی که میمونه. سوال من اینه، پس اون چیه که به اسم من داره کامل میشه؟ اون چیه که همینجور داره حرکت میکنه و من بودنم رو حفظ میکنه؟ اونجا جاییه که هوش معنوی مطرح میشه. من حیفم اومد تو این کنگره نماز راجع به هوش معنوی صحبت نکنم.
هوش فیزیکی رابطه ذهن و جسم رو تعریف میکنه. یعنی وقتی من میخوام بدوم، این ذهن منه که باید فرمان بده کدوم عضلات منقبض بشه، کدوم عضلات منبسط بشه. و چون دارم میدوم، عضلات من اکسیژن لازم داره، پس ذهن من فرمان میده که تندتر نفس بکشم و بعد ضربان قلبم رو بالا میبره تا گردش خون رو تندتر کنه تا اکسیژن برسونه. رابطه ذهن و جسم رو میگیم هوش فیزیکی. هوش معنوی رابطه ذهن و پروردگارمونه. ما وقتی تو شکم مادریم دست و پا به دست میاریم. چرا؟ چون بهش نیاز داریم که بعد از متولد شدن ارتباط برقرار کنیم. تو این دنیا هوش معنوی به ما یاد میده که بعد از متولد شدن بتونیم اون طرف زندگی کنیم. برای زندگی کردن یه چیزایی نیاز داریم، عشق، مهر. هوش معنوی راجع به اینام صحبت میکنه که ما تو این دنیا با آدمایی که دور و برمون هستن چجوری مهر بورزیم تا هوش معنوی رشد کنه. این آینده ماست. برای همین تو این دنیا علاوه بر این دست و پایی که داریم، هوش اقتصادی بهمون میگه چجوری پولدار شیم، چجوری خونه خوب به دست بیاریم، چجوری ماشین خوب به دست بیاریم. ولی خوشبختی توش نیست. توش اقتصادی آسایش هست ولی آرامش نیست. تو هوش معنویه که آرامش وجود داره. آرامش یه چیز دیگه است. برای همین هوش معنوی تعریف میکنه که ما تو این دنیا ارتباطاتی که برقرار میکنیم قراره ازمون چه شخصیتی بسازه. اگه قراره به آرامش برسیم با هوش معنوی میرسیم. نماز کجاست؟ نماز اون اصول هوش معنویه. ما قراره رابطمون با پروردگارمون برقرار بشه، تو نماز این ارتباط برقرار میشه. برای همین تعدادشو چند بار گذاشتن که یادمون نره، یادمون باشه تو این دنیا اومدیم که آماده بشیم برای متولد شدن. برای تولدمون نیاز داریم به ارتباطاتمون، به عشق، عشق ورزیدن، دوست داشتن، دوست داشته شدن. این چیزیه که هر چه بتونیم قوی ترش کنیم وقتی متولد شدیم بهتر ازش استفاده میکنیم. ممنون و متشکرم.